به نام خدا و عرض سلام. اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان یکی از اصلهای اساسی توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود و هر دو رهبران بر این توافقنامه و بر پای این توافقنامه امضا کرده بودند و توافقشان را هم نشان داده بودند. گرچند بارها از آدرس‌های مختلف برای آغاز کار و آغاز این جریان هم بارها سخن گفته شده بود، اما گویا موانع و صدراهای هم در داخل ساختار و حکومت وحدت ملی هم برای اجرایی ساختن این روند و آغاز کار در این روند هم وجود داشته بنابر گفته های. اما نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مسئول و آگاه در امور انتخاباتی همچنان صحبت ها و حرف هایی داشتن برای چگونگی یا آغاز این جریان، اما اینکه چرا تاکنون نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح نشده است و چه مشکلات در این زمینه وجود داشته در برنامه امشب بس بررسی میگیریم. اما اخیراً همچنان امروز گویا حرف های در زمینه این جریان و این روند و آغاز مجدد کار پیرامون اصلاح نظام انتخاباتی هم وجود داشته. گزارش از همکارم و در امتدادم ادامه این بحث. بحث فراموش شده ای اصلاح نظام انتخاباتی در اینجا بار دیگر باز شده است. افراد نزدیک به رئیس جمهوری کشور تاکید دارند که گفتمان غالب در افغانستان دموکراسی است و با استفاده از هر ابزاری برای تحقق آن تلاش خواهد شد. اولویت این تلاش هم برپا کردن کمیسیون جنجال برانگیز اصلاح نظام انتخاباتی و مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان. من انشاءالله به شما مژده و نوید میدم که در هفته آینده به امید خدا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اعلام خواهد شد، یعنی چند روز بیشتر طول نمی کشه. انشاءالله به زودی زمان برگزاری انتخابات هم مشخص خواهد شد که انتخابات ولسی جرگه کی برگزار شود. علل اساسی بی‌نظمی اجتماعی و رفتن به طرف یک بحران اجتماعی همیست که دموکراسی ناکام میمان. بنابراین مسئولیت نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی محترم، رسانه های خبری، حکومت فعلی است که نگذاریم که خدای ناخواسته دموکراسی در کشور ما ناکام باد. ریاست اجرایی هم حرف از تفاهم برای آغاز به کار دوباره کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی دارد و وجود عناصر و شبکه های درون حکومتی و بیرونی برای جلوگیری از اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان. ما امیدوار هستم طوری که جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی تاکید دارند این عوامل و عناصر موذی شناسایی شوند، دستشان از کار گرفته شود و اینا بنبست ایجاد نکنند، موانع و مشکلات ایجاد نکنند، بگذارند که گام های اصلاحی برداشته شود. در اینجا همچنان 38 اصل برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور منتشر شد که بیش از 100 حزب سیاسی و نهاد مدنی بر آن تفاهم دارند. اما اینکه نظام انتخاباتی کشور چگونه اصلاح خواهد شد و چه زمان انتخابات مجلس نمایندگان برگزار می شود، دو سوال مورد علاقه خیلی هاست. بله، بارز سلام مجدد. من هم درد غفوری میزبان این برنامه هستم و شما بیننده برنامه نگرش از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز هستید. مهمانان عزیزی که اینجا حضور یافتن محترم محمد نعیم ازغری مسئول برنامه های فیفا و محترم آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان. مهمانان عزیز برنامه خوش آمدید. جناب ازغری، میخوایم از آدرس شما و با شما آغاز کنم. چند روز باز هم حداقل زمان تعیین شد برای ایجاد کمیسیون. این کمیسیون چه وقت ایجاد میشه و این چند روز مثل چند روزهای بار گذشته است یا نه این بار دقت و قاطعیت دیده میشه؟ تشکر. عرض سلام خدمت شما جناب آشناس های و بیننده‌های نهایت گرامی شبکه جهانی آریانا نیوز. البته زودترین فرصت آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک حرف است که متاسفانه در خلال 9 ماه مردم افغانستان شاید از این حرف است، اما جامعه عمل نپوشیده متاسفانه. و ما امیدوار هستیم در این مقطع اساسی که کار پارلمان هم متاسفانه زمان کاریش ختم میشه و بعد از حوال سرطان دیگه پارلمان بر مبنای ماده 83 قانون اساسی ما نخواد داشتیم. یکی چه قسم کار ادامه کار پارلمان بالاخره
توجیه شوه و بالاخره کار پارلمان ادامه پیدا کنه، هی بحث جدای است. اما فعلا چون وقت اساس است، امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی در مجموع در این رابطه تصمیم جدی خود، واقعا قسمی که امروز هم تعهد صورت گرفت، انجام بده و به زودترین فرصت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار خود آغاز کنه. بله، هنوز شما هم امیدوار هستین و تاکید شما هم برای این امید است که آغاز کنن و اجرا کنن و یا هم زمینه سازی شود. یعنی تا کنون هم تعهده یا تصمیم در این زمینه جدی دیده نمیشه؟ ببینید، ما به خاطر از این امیدوار هستیم که بدون اصلاحات نظام انتخاباتی هیچ انتخابات با دزدی برگزاریش ممکن نیست. ممکن به این معنا که هم از لحاظ مالی، چون جامعه جهانی بدون اصلاحات در نظام انتخاباتی، اصلاحات بنیادی، نه کمک هایی را برای انتخابات افغانستان نخواد ازینه کنند و بدون ازینه انتخابات ما از منابع بیرونی ما انتخابات نخواد داشتیم از یک طرف، و از طرف دیگر مردم افغانستان دیگر باور ندارند که پای صندوق های رای برند با می ساختارها و با می نظام انتخاباتی ما که در سال 93 به بحران بردن انتخابات. مردم افغانستان دیگر باورمند نیستند به انتخابات و واضح است که بدون اصلاحات انتخاباتی ما نمیتونیم یک انتخابات داشته باشیم. تشکر، سپاسگزارم جناب آشنا. اما اینکه کی یا چه زمانه هنوز هم ما پاسخ نگرفتم. میخوام از دست شما داشته باشم که این حرف را شما حداقل پاسخ ببخشید که حکومت افغانستان اراده برای اجرای سازی این جریان داره یا خیر. تعهد امروز، تاکیدات امروز و از حداقل 9 ماهی که جناب از غریزه بشاره کردن تا کنون بالاخره چی میشه؟ تشکر. با درود به شما جناب اصغری و بینندگان محترم، اجازه بدین پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، امروز اون گزارش که در اول نشر شد، خوشبختانه احزاب سیاسی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و رسانه‌های همگانی افغانستان طی 2 ماه گذشته کار متداوم انجام داده در هماهنگی و مدیریت بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که آقای اصغری از آدرس اینجا هستن، دیدگاه‌ها، اصول اساسی برای اصلاحات انتخاباتی را تدوین کردن، مشوره‌های خود را، دیدگاه‌های خود را و الزام‌هایی که از متن جامعه سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان به عنوان ناظران وضعیت سیاست و سرنوشت در افغانستان و از رسانه‌های افغانستان آمدند ایر تدوین کردن. امروز همهشان در ادامه 2 ماه زحمت جمع شدن، امضا کردن را و به نمایندگان حکومت وحدت ملی سپردن تا در دستور کار قرار بگیره. از این دیدگاه، از این نظریه ها استفاده شد و ما صمیمانه استقبال میکنیم از این دیدگاه، از این تلاشی که انجام شده و سپاسگزاری میکنیم که جامعه سیاسی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و رسانه های افغانستان بیکار ننشستن، منتظر تعهد داشتن و تعهد نداشتن رهبران حکومت وحدت ملی نماندن. بله. و مسئولیت خود را اجرا کردن که بدون شک این گام مبارک است، امر بسیار نیک است. حالا برگردیم به سوال که این دیده از پایین به بالا است، اما دیده بالا به پایین چگونه است؟ برگردیم به سوال شما. بحث اصلاحات انتخاباتی دستور الزام‌آور توافقنامه سیاسی است. بله. بخش هی توافقنامه سیاسی، چون اساس حکومت وحدت ملی توافقنامه سیاسی است. چه کسی اراده سیاسی داشته باشد بر ازی، چه کسی اراده نداشته باشد، ما ملزم هستیم به آوردن این اصلاحات بنیادین انتخاباتی که توافقنامه سیاسی قید کرده بین قوس نهادها و قوانین. پس ما ملزم هستیم. بحث اراده سیاسی در یک زمینه هست، در یک زمینه نیست. بله. چون حکومت وحدت ملی متشکل از 2 بدنه هست، ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه. از آغاز حکومت وحدت ملی خوشبختانه ما به دلیل اینکه قربانی تقلب ما بودیم و مردم افغانستان بود، قربانی تقلب انجام شده در انتخابات 93، دموکراسی افغانستان بود، ثبات افغانستان بود، ما از آغاز همزمان با آغاز کار، پیش از اینکه حکومت وحدت ملی کار خود شروع کنه، ما دیدگاه داشتیم. همون رقمی که توافقنامه سیاسی دستور داد که بلا فاصله پس از ایجاد حکومت وحدت ملی باید بر اساس یک فرمان کار کمیسیون خاص اصلاحات انجام شود، این کمیسیون شکل بگیره و به بحث اصلاحات انتخاباتی بپردازه و کار را آماده کنه و ما بریم به طرف خلق ضمانت‌های اجرایی و
لازمی برای سلامت حق رأی شهروند افغانستان. بدون شک. ما از آغاز دیدگاه اصلاحی خود را، دیدگاهی که بر اصلاحات انتخاباتی داشتیم، در همو ماه اول و در روزهای اول حکومت وحدت ملی در قالب یک طرح تدوین شده و مکتوب با کمیسیون تقنین پارلمان افغانستان در میان گذاشتیم. در جریان این چند ماه ما همواره با نهادهای جامعه مدنی افغانستان مذاکره داشتیم، مشوره داشتیم، تبادل دیدگاه داشتیم و در چند جلسه خوشبختانه ما با جناب اصغر صاحب در ریاست اجرایی از آدرس فیفا، از آدرس شبکه اکسین دیدهای خود داشتیم. ما تعهد خود را داشتیم به عنوان، به دلیل که ما مثل مردم افغانستان قربانیان تقلب انتخاباتی و قربانیان دموکراسی و مثل دموکراسی که قربانی شد ما بودیم. بنابراین ما تلاش خود را کردیم. با جامعه جهانی ما همواره مذاکره داشتیم و همواره دیدگاه اصلاحی خود را در هماهنگی با معیارها و الزامات بین المللی در حوزه انتخابات ما کار کردیم. اما یک بخش دیگه از نظام، یک بدنه دیگه نظام همواره این کار به تأخیر انداخت، متاسفانه به تأخیر انداخت، تا اینکه بالاخره ما در دقیقه 90 رسیدیم. همون رقمی که متاسفانه رئیس جمهور کرزی قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در دقیقه 90 که هیچ ما فرصت نداشتیم توشیح کرد و پاس کرد. حالا ما آمدیم در دقیقه 90 چسبیدیم، در یک زمانی که پارلمان در آخرین روزهای دوران کاری خود رسیده. یک کس آمده میگه که ما نوید میدیم. این نوید نیست، این صرفه‌گندگی است برای ما. ما زمانی میتونستیم نوید بدیم که ما فرصت اصلاح را میداشتیم. پارلمان افغانستان بحث مشروعیتش یا بحث زمان قانونی کارش زیر سوال قرار نمی گرفت و ما با خاطر آرام در زمانی که فرصت داشتیم نویدها و مژدگانی های پس از زمان از دست رفته به درد مردم افغانستان نمی خوره. اما این تعهد هست، چه کسی بخواید چه کسی نخواید، چون دستور توافقنامه سیاسی هست، چون دستور یک توافقی است که اساس حکومت وحدت ملی است، اصلاحات انتخاباتی آمدنی است، بحث الزامی است، مردم افغانستان مطمئن باشد ما بدون خلق ضمانت به طرف هیچ انتخابات رفتنی نیستیم. انتخابات پروسه شکلی نیست. ممنون از شما. همکاران تکنیکی اشاره یک وقفه دارن، پس وقفه برمیگردیم بدویم بس و دقیقاً پیرامون این پرسشه که اگر بخشی از حکومت بدون شک اراده داره و الزام آور میدانه این اصلاحات را، بخش دیگر با چی اساسا استدلال نمیخواه این کمیسیون ایجاد شوه و یا کار در این راستا صورت بگیره، در حالی که نهادهای مدنی و مردم افغانستان شایق و منتظر اصلاح در نظام انتخاباتی افغانستان هستند. بدم این برنامه خوش آمدید. جناب اصغری، در قدم نخست شما میپذیرین که این اراده در بدنی حکومت وجود داره در بخش و در بخش نه و نهایتا با چه استدلال میشه این مسئله را بپذیریم و چرا این گونه؟ ببینین، توافقات سیاسی بین دو تیم و در حضور داشت ملل متحد و جامعه جهانی انجام شد. الزامیت توافق سیاسی برمیگرده به دو تیم و همچنان امایت ها و فشار های جامعه جهانی است. این مکلفیت های از اونا است. اما برای مردم افغانستان حکومت وحدت ملی منیس یک بدنه که نظام تشکیل میده پاسخگو است برای تطبیق تعهدات که در توافقات سیاسی اونا پایزو امضا کردن. اما شما پاسخ را شنیدید از بخش از حکومت که ریاست اجرایی است، از ابتدا و در بحث‌های متعدد مطرح کردن که این اراده وجود داره، این حرف الزامی است و این اصلاحات باید بیاید، چون مشکلاتی که در انتخابات گذشته بود مردم افغانستان با او مواجه بودن و نهایتاً به باور خودشان اینا هم مستضعف همین مسئله بودن. اما چرا بخش دیگر نمیخواد این مسئله؟ ببینید، ما هم این را درک کردیم که امی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار خود آغاز نمیکنه، دلیلش همی است که دیدگاه های مختلف یا متفاوت برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد در بین دو تیم. این مفید بوده و یا هم واقعا این دیدگاه های مخالف درون نظامی باعث درازنای این کار شده؟
واضح است که اختلافات درونی باعث ای شده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار خود آغاز نکنه، اما از دید ما اصلاح نظام انتخاباتی تعریف مشخص خود داره. در ابعاد ساختارها باید از تغییرات نیاز است، در چارچوبات حقوقی نظام انتخاباتی ما نیاز است، در پالیسی ها و استراتیجی های که جلوگیری از تقلب کنه اصلاحات نیاز است، و بالاخره در مسائل تکنیکی و پروسه هم اصلاحات جدی و ژرف نیاز است. حال این اصلاح را کی نمیخواید؟ خب اصلاحی را که فعلا نیاز است، من گفتم اصلاحی است که برای نظام انتخاباتی ما مردم افغانستان به او نیاز داره، و متاسفانه در انتخابات 93 این مردم افغانستان بود که بارایشان بی‌حرمتی صورت گرفت، این مردم افغانستان بود متضرر شدند. این طرف مثبت خواست مسئله، اما نخواست مسئله بر شما مشخص شده که واقعا از درون ساختار و درون نظام، چنانه که در گزارش ابتدایی هم آقای سنچورکی مطرح کردن که بعضی از عناصری که مانع میشن، مشکل ساز میشن و به باور خودشان اگر لفظ دیگر استفاده کردن، و آقای آشنا اشارات داشتن، این نکته ها من حیث یک نهاد انتخاباتی بر شما قابل پذیرش است؟ واضح است که من که گفتم اختلافات، هر دو تیم وقتی که برای مردم افغانستان حرفای را میکنه، بر ما وقتی ما قسم که آقای آشنا اشاره کردن، ما مجالس متعدده با تیم ریاست اجرایی و همچنان تیم ریاست جمهوری داشتیم، اونا هم سر اصلاحات انتخاباتی تاکید میکنن، اما ما قسمی که پیشتر گفتیم دیدگاه ها متفاوت است. همین که گام عملی برداشته نمیشه به این معنی است که اراده محکم سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداره. حالا این که در داخل نظام کی واقعا اراده سیاسی نداره برای اصلاح نظام انتخاباتی، این برمیگرده بازم گفتم چون توافق سیاسی بین دو تیم است، بین هر دو تیم است، باید هر دو تیم سر از این بیشتر تاکید کنند و تیم دیگه را باید قانع بسازند منعیس یک بدنه نظام سیاسی کشور، که اصلاحات ضرورت مردم افغانستان است، ضرورت نظام انتخاباتی افغانستان، و بالاخره ضرورت از این است که دموکراسی نوپای افغانستان باید گام های خود به پیش ببره، نه ای که پس دوباره گام ها به عقب گذاشته شود، و تجربه 15 سال و زحمات 15 سال مردم افغانستان که باورمند شدند که بعد از این نمایندگی شان از طریق انتخابات و همچنان زعامتشان از طریق انتخابات تعیین میکنند، نه از طریق جنگ و صلاح، بالاخره او باورهای مردم از صدمه نزنند و هرچی زودتر این کار آغاز کنند. بله، حال جناب ازغری یک وضاحت سریع و خلاصه هم داشته باشین که این اصول اساسی اصلاحات انتخاباتی از چه آدرس های تدوین شده و چه کسانی پای این امضا کرده و چه مفید و چه نفع به این جریان داره؟ ببینین وقتی که ما اختلافات در بین دو بدنه نظام درک کردیم، ما خواستیم اعضاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌های همگانی، بالاخره فیفا از اونا تقاضا کرد تا بیشتر از 3 ماه و تا بیشتر از 7 جلسه همانگی و کاری، ما سر یک سلسله آسیب شناسی هایی که در نتیجه نظارت های ما از روند انتخابات 93 و از انتخابات گذشته داشتیم، ما خواستیم که امو موارد پیش از این، چون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار خود آغاز نمی کنم، ما خواستیم که امو موارد پیش از پیش سر امو یک سلسله اصول ها که در حدود 30 اصل اساسی بر اصلاحات نظام انتخاباتی بود سر از این کار کردیم. بالاخره خوشبختانه ما توانستیم که 50 حزب سیاسی، 30 نهاد مدنی و 15 نهاد رسانه‌ای را گرد هم جمع کنیم و سر یک اصول اساسی که بر اصلاح نظام انتخاباتی ما نیاز است، یعنی اصلاح نظام انتخاباتی ما باید بر مبنای اینمی 30 اصل که بر اساسی باید استوار باشد. بله. واضح است که در رابطه با میکانیزم های ازی، در رابطه با اینکه چگونه این اصول باید جامعه عمل بپوشه، میکانیزم های اساسی از او هم وجود داره که در آینده بله. وقتی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار خود آغاز کنه، ما سر میکانیزم های از او هم طرحهای خود خواهیم داشت. حالا حمایت را بگوین از آدرس حکومت افغانستان، این طرح حمایت شده یا خیر؟ در کل حکومت افغانستان در مجموع حکومت افغانستان امروز تایی امو کنفرانسی که ما اعلامیه را نشر کردیم،
نماینده خاص رئیس جمهور در حکومت داری خوب اصلاحات تماما اصل پذیرف گفت ما متعهد هستیم به او. مشاور حقوقی رئیس جمهور متعهد بود به تطبیق ای اصول و نماینده ریاست اجرایه هم متعهد بود و تاکید کردند که اصل یعنی اصول پذیرفتنی است و بر مبنای این اصول میتونه که اصلاحات انتخاباتی انجام شود. جناب آشنا، حال چنان قبلا شما مطرح کرده استنباط نهایی این بود که شما و ریاست اجرایه خواستار این اصلاحات است، اما گونه که سوالم پرسیدم از آقای اصغری ریاست جمهوری معتقد و یا هم تا اراده نداره، اما از اختلافاتی که ایشان سخن گفتن امان اصل را میرسانه که اختلافات از میان هر دو تیم است، پس این اختلافات این را بدرازنا کشانیده، آیا چنین نیست قدم نخست؟ و جز بعدی هم که حمایت را که از ریاست اجرایه و ریاست جمهوری این اصولنامه اساسی گرفته به معنی تعهد در هر دو طرف نیست؟ بگذاریم یک گونه دیگه هم نگاه کنیم، این که چرا اختلاف سیاسی یا تفاوت دیدگاه وجود داره؟ اول خود ذات سیاست اختلافات و تفاوت دیدگاه هست بدون شک، اما اگر چرا در مورد چرا در مورد بحث اصلاحات انتخاباتی و در مورد مسئله انتخابات اساسا تفاوت دیدگاه در دو تا در دو بدنه دولت یا در دو بدنه حکومت وحدت ملی وجود داره؟ بسیار واضح است بر مردم افغانستان، یک طرف قربانی تقلب و غارت رأی مردم است، مثل مردم افغانستان، مثل دموکراسی نوپای مردم افغانستان، یک طرف دیگه استفادگران ماشین تقلب هست و با این پشتوانه آمده وارد نظام شده. من سخنگوی یک بخش از دولت هستم و سخنگوی دولت هستم، اما هیچ وقت چون باور دارم که دولت سرمایه مردم افغانستان است، دولت سامانه سیاسی مردم افغانستان است که ثروت سیاسی مردم افغانستان است و باید این دولت از ملت باشد، بنابراین من نمیخوام به ملت افغانستان دروغ بگویم. من رسالتی که در قبال مردم افغانستان دارم و رسالتی که در قبال تک تک رأی مردم افغانستان دارم، در بحث اصلاحات کسی از من توقع کوتاه آمدن و دروغ گفتن نداشته باشد. من با تمام صراحت حرف میزنم، با مو صراحتی که تقلب انجام شده. تفاوت دیدگاه برمیگرده به مسئله تقلب انتخاباتی. ما وقتی میگیم که اصلاحات باید بیاید، ما وقتی از اول طرح و دیدگاه مکتوب خود را با پارلمان افغانستان، با جامعه مدنی، بخصوص با اون نهادهای از در درون جامعه مدنی در حوزه انتخابات کار میکنه، با اینا همیشه رابطه داشتیم و بحث کردیم، دیدگاه‌های کتبی با هم دیگه تبادل کردیم، به این دلیل بوده که ما می‌خواستیم بحث اصلاحات انتخاباتی خواست مردم افغانستان است، خواست جامعه جهانی است و خواست و تعهد رهبران حکومت وحدت ملی است که در بخش زی توافقنامه سیاسی امضا کردند و گفته ما به تمام مواد ای متعهد هستیم و تعهد اخلاقی و وجدانی می‌سپاریم که اجرا می‌کنیم. این تعهد اخلاقی و وجدانی متاسفانه لنگیده، مثل که در زمینه‌های دیگه لنگیده. حالا چرا وضعیت اینطوری هست؟ بله، اصلاحات انتخاباتی وقتی ایجاد شود، یک ضمانت خلق میشه برای مردم افغانستان که با دل جمع و با اطمینان خاطر بره رأی به صندوق بریزه و اطمینان داشته باشه که این رأی مثل انتخابات 93، مثل انتخابات 2009 قربانی تقلب و دستخوش تقلب نمیشه، رأیشان به مسیر درست میره. بله. بنابراین نظام از اراده سیاسی نشأت میکنه، نه از توافق سیاسی پس از تقلب انتخاباتی. بله. چرا بحث اصلاحات انتخاباتی برای مردم افغانستان و برای احزاب و نهادهای جامعه مدنی که کار کرده مهم است؟ در واقع چرا این کار مهم است؟ آنچه را نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی طی دو ماه انجام داده، یک اذعان بسیار واضح و آشکار، یک اعتراف بسیار واضح و آشکار بر بحران انتخاباتی، بر تقلب و غارت رأی مردم افغانستان و بر انحراف اراده سیاسی مردم افغانستان هست. احزابی که روی این اصول کار کرده در بحث مبارزات انتخاباتی از هر دو تیم حمایت کرده، اما امروز خوشبختانه همه این احزاب سیاسی که اینجا آمده کار کرده به این باورمندی رسیده که انتخابات گذشته توأم با تقلب و غارت بود. امروز من تشکر میکنم از آقای احمد ضیا مسعود به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور حکومت وحدت ملی در امر اصلاحات و حکومت داری خوب که آمدن اذعان کردن برای که کمیسیون ها بی‌طرفی خود را حفظ نکرد، آمدن اذعان کردن به
تقلب انتخاباتی در انتخابات 93 آمدن اذعان کردن به یک اراده سیاسی مردم افغانستان به انحراف کشانده شد. همه اینا نشان از خبرهای نیک میده، اما در پایان کار بسیار قابل فهم است، بسیار قابل درک است که اونهایی که میترسند از مطرح شدن بحث اراده سیاسی و مشروعیت نظام بر مبنای اراده سیاسی مردم، خب بسیار طبیعی است که طفره برن. حال به انسان ها در پایان مشخص مشخص چند نمونه بودین که حداقل این طفره رفتن و این خیلی مشخص بودن را که اراده وجود ندارن برملا بسازن. یک، در پایان این همه اعتراف ملی و بین المللی در مسئله تقلب و غارت رای مردم و بیطرفی کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات که بخش از ماشین تقلب انتخابات در درون اداره بود که بازم خوش آمدین. جناب اصغری، حال حداقل نکته را که آقای آشنا مطرح کردن این که از کمیسیون انتخابات خواسته شود که زمان بندی برگزاری انتخابات پارلمانی و طرح اصلاحی خود را بیارن، دقیقا منطق بالا نداره. این که خیلی دیدگاه ها و اختلاف نظرها بر چگونگی کارکرد افراد در داخل کمیسیون نزد تمام ملت موجود است، اما یک بار دیگر صدا کردن بالای از اونا چنان که آقای آشنا مطرح کردن، مشروعیت بخشیدن به این مجموعه است و آیا دقیقا نشان نمیده که تعهد واقعی برای اصلاح انتخابات وجود نداره؟ ببینید، مثلا دو نکته میخوایم اشاره کنم. اولی که وقتی کمیسیون مستقل انتخابات میگیم، ریاست جمهوری برای کمیسیون هدایت داده نمیتونه، چون کمیسیون نفس استقلالیت کمیسیون در اینجا مطرح است. پس معنی این حرف چیست؟ مشاور حقوقی ریاست جمهوری چگونه این نکته را ابراز میکنه؟ ببینید،
امی که رئیس جمهور وقتی که کمیشنرهای کمیسیون انتخاب کمیسیونای انتخابات تعیین میشه بعد از اینکه انتخاب شدن رئیس جمهور عطا صلاحیت حذف شدن داره اما مطابق به ماده قانون ما میفهمیم که مثلا اگر در به منافع اولیای کشور اونا صدمه میزنن مطابق به ماده 13 اونا میتونن حذف شدن از وظایف خود آل تاریخ انتخابات برمیگرده بر مبنای توافقات سیاسی به اصلاحات انتخاباتی این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که به زودترین فرصت کار خود شروع کنه در هفته اول کاری خود امون زمانبندی بر اصلاحات کوتاه مدت تعیین کنه و بر مبنای زمانبندی که بر اصلاحات کوتاه مدت است تاریخ انتخابات مطابق ماده 43 قانون انتخابات باید تعیین شود نه اینکه هدایت داده شود که تاریخ انتخابات تعیین شود بنابر اشاره و نقل کاخای آشنا مطرح کردن که مشاور حقوقی رئیس جمهور از کمیسیون انتخابات خواسته تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و طرح اصلاحی خود را مطرح کنه معنیش چیست در صورتی که گفتگوها و چانه‌زنی‌ها برای ایجاد کمیسیون اصلاحات وجود داره در طرف دیگر ببینید بر مبنای توافقات سیاسی اصلاحات در نظام انتخاباتی مربوط میشه یا برمیگرده به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بله. نه ای که پیشنهادات مشخص در رابطه با اصلاحات از نهادهای زیر دخل تماما پیشنهادها، طرحها و بالاخره نیوز اعلامی اصول که احزاب سیاسی و جامعه مدنی و رسانه پیش کردن اینی طرحها از بر اصلاحات نیاز نیست که باز کمیسیون انتخابات کمیسیونی که نزد مردم افغانستان متاسفانه با برخورد غیر مسئولانه با بی حرمتی بر آرای مردم متهم هستند اونا بر اصلاحات انتخاباتی کار کنند واضح است که وقتی که زمان کار اصلاحات انتخاباتی شروع میشه کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع منیس نهاد کمیسیون های انتخاباتی همکار با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باشند ما سر افراد صحبت نمی کنیم افراد میتونن در کمیسیون باشن میتونن حذف شون بر مبنای کارکردهایشون میتونن تقدیر شون با این وضعیت نهایی در این جملات لطفا بگوین که نشست امروز و تمام تاکیدات نهادهای جامعه مدنی برای اصلاح نظام انتخاباتی و ایجاد این کمیسیون مؤثر و مفید بوده یا خیر و نهایتا این گفته ها تا چه میزان این بار قاطعیت را برای ایجاد این کمیسیون و آغاز این کار نشان میده یا خیر ببینین این دفعه ما خواست در تای نوم جامعه مدنی و رسانه های افغانستان فشارهای را وارد کردن سر حکومت وحدت ملی که هر چه زودتر اصلاحات آغاز کنند و مبنای اصلاحات و در نتیجه اصلاحات انتخابات هم ما به طرف انتخابات بریم و حال فشارها این خودش یک فشار زیادتر که ما نهادهای سیاسی یا احزاب سیاسی بیش از 50 حزب سیاسی را در اینجا دخیل شدن که اونا هم خواستشان همی است که اصلاحات در نظام بیاید و بعد از او انتخابات دایر شود تشکر بسیار زیاد جناب آشنا حال این فشارها نهایتاً دیدگاه عمومی حکومت را به کدام سمت و کدام سو سوق میده و با این نزدیکی به انتخابات پارلمانی و یا هم دقیقه 90 به باور شما چی میشه؟ ما عمیقاً و صمیمانه از این فشارها استقبال میکنیم به خاطر که اذعان به نیاز مبرم مردم افغانستان و دموکراسی نوپای افغانستان به شفافیت و سلامت رأی و اراده سیاسی مردم افغانستان هست این شما حکومت افغانستان یا نه بخش از حکومت این ما حکومت افغانستان مد امروز هم در آغاز گفتم کسی بخواهد نخواهد دستور الزام